به نام خدا و سلام بر شما بینید عزیز، شما که امشب ما را از طریق برنامه 45 دقیقه با دانشگاهیان از نورین بینید هستید. بازم صمیم نمیستم و در برنامه امشب ما مشخص در مورد دیدگاه جوانان در مورد پروژه تاپ و پروژه فایبر نوری بحث میکنیم. میمانان من در بحث امشب علیرضا زاهدی دانشجوی محیط زیست، عبدالصدیق جوینده دانشجوی اقتصاد و همچنان بانو مرضیه حسینی دانشجوی حقوق علوم سیاسی را با خود داریم. میمانان عزیز خوش آمدید. آقای زاهدی، در نخست اگر در مورد تاپی کمی شما بتانین برای ما معلومات بدین که خود تاپی چی است؟ با نام خدا، سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنان بینندگان محترم تلویزیون نوری. پروژه تاپی یا تاپ بین چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است و این پروژه تقریبا در سال 2002 بحث و رایزنی های شروع شد و طول این پروژه 1800 کیلومتر است که حدوداً 735 کیلومترش در افغانستان است، حدوداً 800 کیلومترش در پاکستان و مابقی در هند و 144 کیلومترش در ترکمنستان است. این پروژه انتقال گاز از ترکمنستان، چهارمین کشور دارنده گاز در جهان است، به هند و پاکستان و افغانستان. افغانستان در ابتدا فقط امضای ترانزیت حق عبور یا ترانزیت حق دولت از افغانستان اجازه داده بود و بعد از اون در توافقات و امضاءات که صورت گرفت 16% از کل مقدار گازی که از این خط لوله انتقال پیدا میکنند هم با خود گفت که در افغانستان ما از این گاز مستفید میشیم و استفاده میکنیم و مقدار حق ترانزیتی که افغانستان از عبور این لوله از ولایت های هرات، فرا، هلمند و قندهار میگذارد 400 میلیون دلار در سال است و حجم که گازی که از این لوله عبور میکند 90 میلیون متر مکعب در روز است. سپاس آقای زایدی. آقای جوینده، شما صحبت آقای زایدی را شنیدین و آمدن یک بخش کوچک سرش اشاره کردن. واقعا اگر ما یک بس دید اقتصادی ببینیم، در قدم نخست سهم خود افغانستان از این پروژه و مفادش چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه سلام خدمت بیننده از تلویزیون نورین و مهمان ناظر در برنامه. سهم افغانستان در این پروژه که در سال 23 سال قبلی برنامه ترتیب و تنظیم شده بود که البته در حکومت طالبا یعنی برنامه طرحش پلانش شده بود، اما نسبت از اینکه حکومت طالبا از بین رفت و این پروژه تا فعلا نمان، در سال 2003 باز دوباره حکومت افغانستان خواست که پروژه را به پا بسازه که در سال باز همین چهار کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم بودن، یا باز در سال 2016 در ترکمنستان یا باز هم جمع شدن و تفاهمنامه امضا کردن که همین تفاهمنامه گاز تاپی بود که همین مخفف تاپی که در اینجا ما میگیم افغانستان و ترکمنستان، افغانستان و پاکستان. شما چقدر باورمند به ایسی به عنوان دانشجوی اقتصاد که واقعا حکومت افغانستان میتونه این پروژه را عملی بکنه در افغانستان با وجود از اینکه تهدیدها خیلی زیاد هستن و از سوی دیگر طالبان آمدن که گفتن ما از این پروژه حمایت میکنیم، چی تضمینی وجود دارد؟ زمانی که دولت افغانستان تفاهم امره چهار سه کشور دیگه داره و این لوله گاز از هرات آغاز به فرا، نیمروز، قندار و هلمند و پاکستان و پاکستان و ملتان و آمد و به هند انتقال پیدا میکنه، در این جهت زمانی که کشورها بین هم تفاهم کردن از لحاظ امنیتی از هم کشورها نمیمونن که پروژه یعنی ناامن شود و یه پروژه از بین بره و یه پروژه را به شکل اساسی که امیر چهار کشور هستن میخواین را پیش ببرن، نمیخواین که از بین بره. یعنی امنیتشون به دست امیر چهار کشور هستن؟ بله، امیر چهار کشور گشنایی خود میکنن. اگر کشورها همسایه شاید بعضی کشورها باشه که در جمع نخواهد که افغانستان هم ثبات اقتصادی که داره باید برسته، بعضی کشورها شاید مداخله داشته باشه، اما همین چهار کشور که فعلا بالا از این تفاهم کردن در همه مواردش تفاهم شده، اما از نگاه امنیتی شما نگاه اقتصادی هم نگاه از اینکه سالانه خود از این گازی که از افغانستان تیر میشه در این مدت 30 سال قرارداد شده با افغانستان، یعنی 30 سال است که از افغانستان تیر میشه 9.6 تریلیون متر مکعب گاز
از این انتقال پیدا میکنه که میره از پاکستان، از پاکستان به هند از طریق افغانستان. اون که در 10 سال نخست که از افغانستان 500 میلیون متر مکعب گاز برای افغانستان نظمی، یعنی سهمیه افغانستان از میدن، و از 10 سال بعدش که از 1 میلیارد متر مکعب گاز از میدن، و از 10 سال اخیر که از 1.5 میلیارد متر مکعب گاز، یعنی برای افغانستان بدون از اینکه سالانه 400 الا 500 میلیون دلار و بودجه افغانستان میاد، همچنان از این طریق برای افغانستان یعنی سهمیه داده میشه. سپاس آقای جویندن. بلو حسینی، شمایی که در بین بیشتر جوان ها، در بین دخترا و بچه ها دانشجو هم هستین، دیدگاه جوان ها بیشتر و بارامندیشان بر از این پروژه چقدر هستن؟ به نام خدا اول سلام عرض میکنم خدمت مهمان های عزیز و همچنین بیننده های تلویزیون نورین. جوان ها اکثریت استقبال خوبی کردن و امیدوار هستند به این پروژه، به خاطر که یک پروژه منطقه‌ای است. اگر تنها در خود افغانستان می بود شاید اوقدر باورها زیاد نمی بود که این پروژه میتونه موفق باشه، ولی از جایی که این 4 کشوری که با هم متحد شدن بجز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در زمان قبل با هم تنش‌های داشتن، ولی این رو میتونیم بگیم که چون یک پروژه فراتر از یک پروژه اقتصادی است و میتونه یک پروژه سیاسی هم باشه، روابط سیاسی رو بین عزیز کشور مستحکم بکنه و همچنین کشور ترکمنستان، استقبال بیشتری شده و مطمئن هستن و باورمند هستن که چون کشورهای در این پروژه دخیل هستن که تنش داشتن بین هم، تنش های سیاسی، ولی چون اینا با هم متحد شدن و منافع هر چهار کشور در این پروژه دخیل است، مطمئنا کوشش میکنن که این پروژه رو با موفقیت به اتمام برسانن. و در کنارش فواید دیگه‌ای که میتونه برای افغان ها داشته باشه این است که برای اکثریت جوان ها که از بیکاری رنج می بردن کار مهیا شدن، چون در کنار پروژه تابی پروژه های دیگه هم حتما روی کار گرفته میشه، مثل انتقال 500 کیلووات برق از ترکمنستان به پاکستان، انتقال فایبر نوری به پاکستان و همچنین خط آهنی که قرار است از ترکمنستان به پاکستان برسه. همه اینا باعث میشه که خیلی از جوان ها صاحب کار بشن و امیدواری بیشتر پیدا کنن. حسینی، شما گفتین که برای بیشتر جوان ها کار پیدا میشه، البته آماری که حکومت افغانستان دادن گفتن بیشتر از 15,000. چی تضمینی وجود دارد در مناطقی که امروز پایپلاین از اونجا گذر میکنه ناامن است، مثل قندار، هرات و فرا اگر من اشتباه نکنم در این ولایت ها، یعنی ما چگونه میتونیم حداقل تضمین کارگرها را تضمین بکنیم؟ خب گفتم چون یک پروژه منطقه‌ای است، تنها خود افغانستان دخیل نیست و بله این پروژه از ولایت های ناامن موتر میشه، مثل هلمند، قندهار که واقعا به ولایت های ناامن هستن، فران، امروز، خب هرات نسبتا امن تر است، ولی این ولایت های دیگه واقعا ناامن است. ولی چون کشور پاکستان در این پروژه دخیل است و منافع پاکستان و هند چون در این پروژه دخیل است، مطمئنا اونا هم کوشش میکنن در تامین امنیتشان و زمانی که منافع خودشان رو بسنجن مطمئنا میتونن که در قسمت امنیت این پروژه با کشور افغانستان همکاری بکنن تا این پروژه به اتمام برسه. اگر این رو باید همه افغان ها میدانن که متاسفانه کشور پاکستان در ناامنی های افغانستان دست داره، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، ولی چون در این پروژه منافع خودش هم نهفته است، مطمئنا در قسمت تامین امنیت همکاری بیشتری میکنه و ما و شما در جریان هستیم که حتی طالبان هم از این پروژه استقبال کردن. بله، به خاطر همین میتونیم اطمینان نسبی داشته باشیم که از لحاظ امنیتی ان شاء الله زیاد مشکلی پیش نمیآید. سپاس بانو حسینی. آقای زاهدی، بانو حسینی آمدن صحبت کردن سر خوبیایش، سر اینکه که ما چقدر میتونیم از این پروژه نفع ببریم. آقای جویندام آمدن صحبت کردن. اگر ما از دید محیط زیستی ببینیم، امروز افغانستان با خصوص مرکز افغانستان که کابل هستن، بیشتر مردم با مشکلات محیط زیستی مواجه هستن. خود از این گاز و این پروژه چقدر میتونه در این بخش برای ما کمک بکنن؟ ببینید، اگر ما از نظر محیط زیستی را بسنجیم، اثرات محیط زیستی منفی خواهد داشت. ببینید، وقتی که یک پروژه عظیمی به طول 500 متر از یک منطقه حفر میشه، از یک منطقه را از یک ساحل در بر میگیره، مطمئنا اثرات محیط زیستی متفاوت دارد، از بین رفتن آبهای زیرزمینی، جدا کردن بین دو منطقه یا محل، از بین رفتن ساختار یک منطقه، فرسایش خاک،
دیگه آلودگی و هوا، اینا همه مسائلی هستن که در یک منطقه ممکن از اثر این پروژه اتفاق بیفته. اما این مهم اینجاست که دولت هایی که در این توافقنامه با هم امضا کردن چقدر برای اثرات محیط زیستی که از این پروژه مناطق متاثر میشه، چقدر راهکار سنجیدن، چقدر ارزیابی کردن این مناطق، اینا مهم است که باید چه کارهایی باید بکنه تا که حداقل برسه اثرات محیط زیستی. بازم ما میتونیم بگیم که چون که این یک پروژه عظیم اقتصادی است برای کشور ما، بسیار حیاتی است، همطور که مهمانان عزیز هم عرض کردن، نه تنها ما میتونیم یک پروژه صلح بنامیم. ببینید اختلافات بین افغانستان و پاکستان خیلی زیاد است. وقتی که پاکستان با 183 میلیون جمعیت نیاز شدید به انرژی داره و این انرژی خود مجبور است که از یک طریق جبران بکنه، و هند با جمعیتی 1 میلیارد یا بیش از 1 میلیارد هم نیاز به شدید به انرژی دارد و این انرژی رو طبعا از این طریق تامین میکنن و بخواین یا نخواین همکاری خواهد کرد. و همچنان گروه های خرابکاری که در این مناطق هستند، همطور که مستقیما یا غیر مستقیما از پاکستان راهنمایی میگیرن یا هدایت میشن، پاکستان مجبور است که بین افرادی که تحت فرمانشان هستند که چالش ها را در افغانستان ایجاد میکند، فرمان دهند که باید از این خط لوله کار نگیرن یا تا حد امکان از آسیب رسیدن به اون جلوگیری کنن. و همچنان میتونیم دخالت های کشورهای منطقه هم در نظر بگیریم. مثلا روسیه شاید بتونه دخالت بکنه چون میخواد ابرقدرت باشه در بخش انرژی، تامین انرژی در اروپا. یا کشورهای دیگر نمیخواد یک کشور مثل ترکمنستان این قدرت اقتصادی رو بگیره، یا ایران رو میتونیم در نظر بگیریم که سومین تولید کننده گاز در جهان است، هم نمیخواد که تامین کننده مثلا گاز ترکمنستان باشه، میخواد خودش به پاکستان یا هند، چون در تحریم است، میخواد از این طریق خود از تحریم نجات بده. در کل اگر بسنجی مسائل محیط زیستی خود داره، این در صورتی است که دولت هایی که متحد هستن با هم همکاری بکنن و اثرات محیط زیستی خود به پای کاهش پیدا کنه. این باور شما است که پاکستان در این بخش به کمک میکنه و همکاری میکنه؟ همچنان من به این معتقد هستم که بخاطر خودش، بخاطر تامین، چون خودش نیاز داره، بیشترین گاز خود پاکستان هین از این پروژه دریافت میکنه. افغانستان فقط 16% از کل گازی که انتقال پیدا میکنه از این لوله دریافت میکنه و بیشترین چیز گاز پاکستان و هند دریافت میکنه. خب مجبور است، این چون برای نفع خودش است، مجبور است که با طالبان کنار بیایه، مذاکره کنه، یا که همون بحثای سیاسی که بین خودشون و طالبان هستن به یک تفاهم برسن که در این لوله یا چی آسیب نرسانه در خط انتقال گاز. سپاس آقای زیدی. آقای جویندم، خود 16% که امروز آمدن آقای زیدی آمدن سرش بحث کردن، گفتن که همه قدر سهمه ما میرسن و بیشتر از اون با مرور زمان، خودش چقدر میتونه مشکل افغانستان و مشکل نفت در افغانستان حل بکنن؟ با سلام مجدد، همین 16% که افغانستان از گاز مستفید میشه میتونه برای همین 5 ولایتی که از این ولایت ها مگذاره برای از این ولایت ها خیلی مؤثر تمام شد، از خاطر اینکه ما قبل از این از ایران و از بعضی کشورهای دیگر تولید داشتیم و واردات داشتیم که بعد گاز می آوردیم داخل افغانستان. اما فعلا 5 ولایتی که از این گاز میه، این گاز 5 ولایت استفاده میکنه و میتونه تاثیرات بسیار خوبه بالای قیمت گاز و نفت در افغانستان داشته باشه، از خاطر اینکه در یک سال 500 میلیون متر مکعب یعنی مربوط افغانستان در 10 سال نخست میشه. زمانی که وارد افغانستان میشه طبعا تاثیرات تنها بالای 5 ولایت نیست، بالای تمام افغانستانی داره، چرا که افغانستان از اینکه سالانه 2 میلیون متر مکعب یا 3 میلیون متر مکعب گاز وارد افغانستان میساخت. اما فعلا میتونه که کاهش پیدا کنه و در این صورت است که هم برای مردم افغانستان سودش بیشتر است و هم میتونه که قیمت نفت در بازارها کاهش پیدا کنه بازار افغانستان. سپاس آقای جنده. بلو حسینی، خود پروژه تاپی و گذر پروژه تاپی از روی افغانستان چقدر میتونه یک حال فشار بر حکومت افغانستان باشه تا بتونه در آینده بالای پاکستان فشار وارد بکنه به خاطر صلح در افغانستان؟ خب این بستگی داره به مدیریتی که افغانستان میخواد انجام بده. اگر یک مدیریت درست باشه روی پروژه تاپی، بله این واقعا میتونه یک آلی فشار باشه برای کشور پاکستان. متاسفانه در سالهای اخیر ما از طرف همسایه ها واقعا تحت فشار بودیم، مخصوصا پاکستان که دخیل بودن مستقیم یا غیر مستقیم در ناامنی های افغانستان. متاسفانه
و اگر ما بتونیم از این پروژه به بهترین نحو استفاده بکنیم و یک مدیریت صحیح داشته باشیم، این میتونه یک آلت فشار باشه برای ما. چرا؟ چون پاکستانی‌ها هیچگاه با هیچ عمل کرده با هیچ گزینه راضی نشدن، یعنی بیشتر از پروژه تاپی به نظر شما نفعشان را در جنگ افغانستان نمیبینم؟ شاید قبلا اینطور بوده، درست است، برمیگرده به گذشته، ولی برای فعلا پاکستان از لحاظ سیاسی دچار بحران شده، چون قرار بود از طرف آمریکا وارد لیست سیاه شود و او داره حامیای خود از دست میده و زمانی که او خود به خطر ببینه، در حال خطر ببینه و ببینه که دیگه واقعا کسایی که حامی از او بودن نمیتونن او را سپورت بکنن، مطمئنا مجبور میشه که در قسمت آوردن صلح در افغانستان همکاری بکنه. و یکی که این به نفع کشور پاکستان است، یعنی پروژه ملی است برای پاکستان. اگر تنها یک فیصدی خوردی می بود شاید اونا این پروژه را همکاری نمی کردن، ولی چون اونا نیاز به انرژی دارن و مجبور هستن که این پروژه را حمایت بکنن، اگر ما یک برنامه ریزی درست داشته باشیم، یک سیاست درست داشته باشیم، مطمئنا میتونه یک آلت فشار باشه برای پاکستان، چون مطمئنا این فقط شروع یک روابط خوب است و مطمئنا اگر این پروژه با موفقیت سپری شوه میتونیم روی پروژه های بعدی هم صحبت بکنیم. و تنها تاپی نیست، قرار است فایبر نوری از ترکمنستان به پاکستان انتقال داده شوه، قرار است یک خط راه آهن ایجاد شوه و اینا همه در برمیگرده به منفعت پاکستان، نه به ضررش. پس او خواه ناخواه مجبور است که این پروژه را حمایت بکنه و در قسمت تامین امنیت با کشور افغانستان همکاری داشته باشه. سپاس بانو حسینی. بینید عزیز، یک میان برنامه داریم و دوباره برمیگردیم، از آقای زاهدی سوال میپرسیم.